اولا ما الزام نداریم همه بیان از اینجا بخرن، نمیخوایم انحصار ایجاد کنیم، به همین دلیل ما بردیم واردات کاغذ هم گذاشتیم در گروه کالای یک. میدونید گروه کالای یک عرض 28500، یعنی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته کاغذ. تنها موضوع خارج از کالاهای اساسی که در گروه کالای یک قرار داره کاغذه، به دلیل گفت آقا بعضی از کارا اصلا نیاز به کاغذهای خاصی داره هنوز ما تولید نمی کنیم، مثلا کودک و نوجوان، کاغذهای گلاسه اینا. به همین دلیل این یک، یعنی ما این حساب ما میخواییم میزانی که کاغذ مورد نیاز کشور در این 3-4 تا بخش ما داشته باشیم. حالا آقای نمیدونم مدیر مسئول روزنامه بنو بعد میگه آقا این مثلا نمیدونم پاره میشه در موقع انتشار، نمیدونم رولاش یه جوریه. خب همونجا من الان میریم دیگه مازندران، میگه آقا من تمام هفته نامه های استان مازندران رو 10 تا روزنامه دیگر نشون میدی که با همین کاغذ داره منتشر میشه، همین الان داره منتشر میگن که 4 رنگ در نمیاد. شما کتاب های بچه ها رو دیدید دیگه، الان کتاب های امیرعلی همش کتاب ها رنگیه دیگه، این 155 میلیون جلد کتاب درسی با همین کاغذ منتشر شده. شما کتاب های کاغذ میدیدید 4 رنگ همش چطور بس منتشر شده؟ یعنی میخوام بگم من نمیخوام وایسم تو این زمینه با کسی بحث کنی نه، اما میخوام بگم الان 155 میلیون جلد داره منتشر میشه، همش کاغذ ایرانی 0 تا 100. بقیه هم الان ما 1000 تن به ناشرا خودمون داریم ماهانه کاغذ میدیم. الان آقای احمد فند و آقای در واقع علی آقای رمضانی و بچه های ما ماهی 1000 تن کاغذ توزیع میکنن، همین الان میشه. من خودم پارسال اگه یادتون باشه تو رودکی یه جشن گرفتیم، اولین قرآن 4 رنگ رو با کاغذ مازندران رو نمایی کرد که خیلی قشنگ بود. اما با این وجود باز به اینا تاکید کردیم کیفیت ما تحصیلاتشون رو داریم میدیم، انشالله شیراز و بهمن ماه میدیم.